سلام بر بینندگان خوب تلویزیون اصل امروز جمعه و در کنار دوست نازنین خانم زهرا سروش. سلام عرض میکنم، من تغییر رنگ دادم، خوبیم ولی همونم خودم امیدوارم هر رنگی که بکنی بهت قربونه تو. من تنوع دیگه، یه دفعه گفتم بذار حالا تا زمستون نرفته، یعنی تا گرم زیاد نشده هوا، یه رنگ گرم بزنم بعد دوباره برش میگردونم. خب دیگه ماشاءالله این کاره هستی، هر زمانی که دلش خواد هر رنگی موهاشو میکنه. ولی من میترسم چون میرم بیرون هزینه میکنم براش. آره میترسم آره. رنگ عوض بکنم اگه دوچار مشکل شدم، باز یک عالم باید هزینه بشه. سختم هست. ببین سختم. وقتی که موی مثلا مو رو قرمز میکنی بخوای بلندش کنی خیلی سخته. ولی من قبل از اینکه بیام آمریکا، حتی دو سه سال اولم که آمریکا بودم، موهای من تقریبا تو مایه های رنگ موهای شما بود. بس میگه آره. تنوع دیگه. خیلی هم دوست داشتم، خیلی هم علاقه مند بودم، ولی بعد دیگه شیطونه رفت تو جلدم و رفتم به تنوع روشن. آره اینو همش به خاطر اینه که آدم وقتی تو آینه نگاه میکنه یا برای یه تنوع تازگی حالتو خوب میکنه، حتی کارهای کوچیکی مثل رنگ مو، مثل آرایش، مثل لباس، اینا خانوما رو حالشون رو خوب میکنه، به خصوص که امروز روز زن هست. واقعا و مبارک باشه روز زن. مرسی برای شما، شما واقعا شیر زن هستین خورد. به این دلیل که حداقل خودم شاهدش بودم، دست تنها دو تا بچه نازنین رو بزرگ کردن، تربیت اجتماع دادن، مسئولیت این دو تا بچه رو دوششون بوده همیشه. واقعا به شما و امثال شما 10 برابر باید تبریک گفت. ممنونم. اصلا مادری شغل تمام نشدنی، پر دلهوره، خوشمزه، متفاوت، دلهوره انگیزه، همه چی با همه. یعنی صد الان درصد. سمیرا رفته سفر یه جایی، بعد همش من دلهوره داشتم که بزنه که رسیدم، دیدین که همش دلم هوله با این دلهوره اومدم واقعا الان تو برنامه، در صورتی که خب طبیعیه دیگه، بچه باید بره سفر. بچه که من میگم تا آخر آدم میگه بچه که نیستن ماشاءالله، ولی مادریم دیگه. ببینم همین حسم نسبت به پسرتونم دارین کمتر؟ نمیدونم چرا همیشه ما فکر کنیم دختره رو تا آخرین لحظه باید ازش تیکر کرد. نه بچه کوچیک‌تره همیشه. آها. یه کمی بیشتر. حالا شما چون هم یه دختر دارین، می‌بینی که تو نوه‌ها دارین تجربه می‌کنین الان. مثلا دارا چون کوچیک‌تره شما بیشتر جذبش میشین و بیشتر می‌خواین مراقبت ازش بکنین. خیلی زیاد. دیدین؟ آره، به خاطری که کوچیک‌تر است. نه به خاطری که دختره یا پسره، و سرنوشتی که دارن باعث میشه. چون سمیرا سرنوشت گره خورده با بیماری داشت و خدا رو شکر الان خدا رو شکر خدا کمکمون کرد بعد از اون جراحی و اینا، ولی به خاطر اینه که هر گیاهی رو که مثلا بیشتر برش زحمت میکشی دلخوره بیشتری هم داری که حواست بهش بیشتر باشه. ناخودآگاهمونه. اینه که نه تنها خود من، برادرش هم بیشتر بهش حساسه. مثلا علی زنگ زد میگه مامان سمیرا رسید، از سمیرا چه خبر؟ گفتم برای چی سوالو میکنی؟ گفت بابا همینجور دارم میگم که چه خبر، گفت دیگه ازت سوال نمیپرسم. یعنی حتی برادرش هم نسبت بهش حساسه. این حساسیت ها به خاطر نوع زندگیه که چطوری با چه کسی زندگی کرد و زندگی چطوری بوده. برای همینه که ما نگران نباشین، در هر کجا هست ماشاءالله دختره خیلی مثل خودته، واقعا دختر عاقلیه، فرق بین بد و خوب رو میدونه، تشخیص میده، راه خودشو خوب انتخاب کرده. نه خوبه، همه چی خوبه، ولی سفر دیگه، سفر آدم یه ذره، خب این روزا سفر یه ذره خطره در حق عزیز. البته اینکه بخوام دل شما رو خالی کنم، ولی الان بعد از برنامه دیگه هیچی دیگه هیچی اصلا، ولی همه چی به خوبی خواهد گذشت انشالله. آره آره، ببین مغز ما عادت داره پوری جون که بره رو منفیا، یعنی خودش این ذهن دیوونه است. آره واقعا چه دیوونه است. یعنی یا میره تو گذشته قصه میخوره، دقیقاً همینه، و هورمون‌های کورتیزول و چیزای منفی. مثلا ببین طرف میگه من که کاری نمی‌کنم، یه گوشه نشستم، ولی چرا پیر شدم، چرا مریض شدم، چرا عصبانی شدم.
به خاطر فکر همش. ممکنه شما هزار تا کار بکنی ولی فکرت آسوده باشه. ممکنم هست یه گوشه نشستی هیچ کاری نمی کنی ولی فکرته که، یعنی من این تجربه رو دارم که همه چیز هورمونای ما هستش. برای همین وقتی فکر میکنی، دلهوره داری، میری تو گذشته، یا استرس داری میری تو آینده، این هورمونا کار خودش رو میکنن، داغونت میکنن. برای همین این ذهنه رو نباید بهش اجازه بدیم. من پارسال همونجور که تو برنامه گذشتم گفتم، کارم این بود که ذهن رو بیارم تو حال. خیلی هم سخته ها، یعنی این ولی اگه تکرارش بکنه عادت میکنی، اون سیمه عشق آره به وجود میاد، اون وایری که تو مغز هست. مثلا ببین بعضی از کار رو برای بعضی ها راحته، مثلا رانندگی دیگه، ضمیر ناخودآگاه شما رو میبره خونه. چون تکرار شده، اون سیمپیچی مغزه، اون قسمت که باید رانندگی رو انجام بده دیگه کار خودش رو میکنه. یعنی به زبان ساده اگه بخوام بگیم، بنابراین هر کاری رو اگه مثبت یاد بگیریم اولش سخته. مثلا هی باید منفی مثبتش کنی، منفی مثبت، ولی بعد از یه مدتی همونجوری که شما میفرمایید دیگه آدم مثبت میشه ناخودآگاه و بیشتر رو مثبت. خیلی سخته، یعنی زمین، چون ما 90% بیشتر رو زمین ناخودآگاهمون زندگی میکنیم و یه کوچولو خودآگاه، ولی هی مثلا باید به خودت بگی من اینجا کجا سالان کجا نشستم، کنار پوریچون نشستم تو برنامه، و هی حواستو بیاری تا عادت کنی. یه شعر قشنگ بخونم تقدیم شما و همه زنای قشنگ بکنیم. مرسی. برای امروز که روز زنه، میگه گاهی اندیشه داشتن یک دوست خوب بهترین دلگرمی زندگی است. حتی افکارمون، همونجوری که گفتیم، فکر این که یه آدم خوب دوست ماست حالتو خوب میکنه. و تو برای من همان اندیشه ای، و تو برای من همان اندیشه ای. مراقب خودت باش خوب من، مراقب خودت باش دوست خوبم، زندگیت سرشار از خیر و برکت. بهترین دعایی که میشه برای دوست بکنی، روزهای قشنگت واقعا تقدیم تو باد و مواظب قشنگی های روزهامون باشیم که چشم به هم میزنیم دوباره تو رخت خواب خوابیدیم صبح باید دوباره بلنشیم. یعنی اینقدر با سرعت میگذره که حیفه که اجازه بدیم ذهنمون بره ولگردی و مرضیت کنه. دقیقا همینه. یه موزیک ویدیوی خوشگل داریم. آره حتما. صحبتتون رو بفرمایید شما. نه بریم به یک موزیک ویدیویی که در ارتباط با زنه. اینو همایون هوشیار نژاد فکر میکنم حدود 16-17 سال پیش این شعر رو سروده. و جالب اینه که در مورد زن چه وصف قشنگی برای خودش تو ذهنش داشته و به قلم آورده و داد به خانم شهره، هنرمند عزیز، و ایشون هم به نحو احسن اجرا کردن و این شعر زیبا رو تقدیم میکنیم به همه زنان ایرانی. هنوز تنها تر از تنها منم، همون بیگانه خود در تنم. من اگر زیبا به قامت پیرهنم، من پر از احساس عاشق بودنم. من به خود میبالم از این که زنم. من زنی که در مثال همتای ما به دنیایی میاد یک نگاه. منی که قلب عاشق رو پناه، چرا خود بی کس و بی تکیگاه. چرا عاشق شدن بوده گناه. وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید، احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید. وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید، احساس عاشق بودن و
به خاطر من آفرید. از یادم امروز من بهاری گم شده در بادم امروز شکسته در گلو فریادم امروز وقتی خدا تن آفری از برگ گذن آفری احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید وقتی خدا تن آفرید از برگ گل زن آفرید احساس عاشق بودن و به خاطر من آفرید چقدر لطیفه، چقدر ظریف گفتن در مورد یکی از بهترین کارهای شهره عزیزه و چقدر این شعر قویه که قدیمی نمیشه. حالا نه که ما زنیم آقایون هم نظرشون همینه و قشنگیش اینه که این شعر از طرف یک مرد آفریده شده دقیقا. و به وجود اومده و اصلا نمیدونم شاید حضور یک زن پرقدرتی مثل پوری جون در کنار آقای هوشیار نژاد واقعا انگیزه ای شده که این رو خلق کنند و اتفاقا در مورد هیجانات انسان ها داشتم مطالبی رو میخوندم و چقدر قشنگ بود که ماها یه عمری از افتخارات خودمون هم حتی دوری کردیم. مثلا اگر یه شعر قشنگ نوشتیم، اگر یه کار قشنگ کردیم، یه آشپزی خوب کردیم، یکی تعریف میکرد، نه بابا من که کاری نکردم، که میگه این اشتباهه. از بچگی حتی به بچه‌ها یاد بدین به خودشون افتخار بکنن. دقیقاً همینه. دقیقاً. اگر یه نقاشی میکنن نگین بیار براش دست بزنین، بگین نظر خودت نسبت به این نقاشی چیه، که آینده نظر دیگران اونا هرتش نکنه، اذیتش نکنه اگه منفی بود. نظر خودش اول، این کاری به خودخواهی نداره، ولی تو فرهنگ ما شکست نفسی و خودخورد کردن خیلی زیاده. خب نباید بکنیم دیگه، باید تکرار بکنیم، باید به خودمون بگیم، با خودمون صحبت بکنیم، چون هیچ کسی مثل خود آدم قدر خودشو نمیدونه، ارزش خودشو نمیدونه که در چه کاتگوری قرار گرفته. سروش جان نمیدونم شما همچین فکر رو میکنی، همچین حسی رو دارین یا نه. واقعا من در مورد خودم واقعا به همین نتیجه رسیدم، من برای خودم یه ارزشایی برای خودم دارم در چهار چوب زندگی. گاهی اوقات نشستم فکر کردم دارم من نباید ارزش‌های خودم بذارم زیر دست و بال این و اون، له و لورده بشه از بین بره، و حد خودم مشخص کردم و خیلی راحت شدم، خیلی راحت دارم زندگی میکنم و بی توقع دارم زندگی میکنم. میدونی چقدر جمله قشنگی رو پوری جون فرمودن که بی توقع. ما یک تئاتری رو رفتیم که شما هم قرار بود تشریف بیارین که نشد و اینا، به نام شاپرک که خانم دکتر نیلای عزیزمون، خانم دکتر نیلا زجاجی که یکی از گویندگان قاصدک هم هستن، رادیو قاصدک، که با هم برنامه اجرا میکنیم، ایشون نقش اول رو داشتن. بعد دیدی که مثلا
کل فیلمو میبینی یه دفعه یه دیالوگ یه جمله زندگی تو عوض میکنه یا میره تو قلبت اصلا باش زندگی میکنی و رو تو اثر میذاری. و این بی‌توقعی که شما گفتین جالبه که اون این پروانه داستان به این شکل بود که این پروانه توی یک تار عنکبوت گیر افتاد توی یک انبار. بعد با عنکبوت صحبت کرد، گفت که من عاشق نورم، من عاشق فضای طبیعتم، منو اینجا گیر ننداز، اجازه بده برم، من برای تو غذا میارم. اونم یه زمانی بهش داد و گفتش که برو و برای من غذا بیار تا من خودتو ببخشم. خب این پروانه یا شاپرک اومد بیرون، پوری جون پر از بالای قشنگ، رنگا رنگ، زیبا، و یه تور بسیار جالب عنکبوت بود که این روی اون بود، خیلی جالب بود. بعد این اومد با حتی کرم خاکی، کرم شبتا، مگس، سوسک، با همه اینا میرفت دوست میشد و میخواست گولشون بزنه و بیاره بذاره توی تار عنکبوت که خودش نجات پیدا کنه. ولی اینقدر درونش قشنگ بود، اینقدر خوش صفت بود، اینقدر خوب بود وجودش که با اینا دوست میشد و بین خودش و صلاح خودش گیر میافتاد. خودش وجدانش یا صلاح خودش یا وجدانش خودش میگفتش که خب اینم موجوده، چرا من ببرم گولش بزنم ببرمش اونجا؟ از اون طرف میگه خب اگه نبرمش خودم گیر میفتم. خلاصه همجوری مسیر رو گذرون، هر کدوم از اینام یه بالشو کندن، پرای پروانه رو هی میکندن. نتیجه این که آخر دست رسید به جایی که خودش گفت من دیگه نیازی به این بالهای بیرونی ندارم، من دیگه نیازی به زیبایی بیرون ندارم، من در درونم پخته شدم با این مسیری که گذروندم. دقیقاً. بنابراین زندگی هم همینه، ما هرچی که سنمون میره بالاتر باید درونمون زیباتر باشه، چون برون رو اگه بخوایم زیبا کنیم زیبایی خاص اون سن رو باید داشته باشه. دقیقاً. اگه الکی بخوایم بالای 18 سالگی رو بذاریم روی تنمون خیلی سنگینی میکنه و زیبایی درونمون هم از بین میبره. چقدر قشنگ گفتی، قربونت برم. همیشه بیانت بی نظیره واقعا، قربونت برم. بریم یه ویدیوی قشنگ ببینیم و جملاتش خیلی قشنگه، بشنویم. لایه کردن همیشه بد نیست. آدم ها یه دلیل که افسرده میشن یا برای همیشه قربانی میشن اینه که به موقع غمگین نمیشن. این یه مدلشه. مدل دومش میدونی چیه؟ آدمایی که ادای قوی بودن در میارن، هیچ مانعی در زندگی من نمیتونه پیش بیاد. آدمای قربانی به موقع خوب ناراحت نشدن. یعنی تظاهر ما به قوی بودن، به اصلا هم درد نداشت، به من همه چیزو میتونم کنترل کنم، داره ما رو میکشه. ما این رنجامون انگار مثل سوسکای مرده زیر فرش جارو میکنیم و میگیم اوکی قایمش کردیم، ولی اونا هنوز اونجاست. من میخوام بگم یه جایی باید وجود داشته باشه که ما به عنوان یک انسان شجاعانه، همونطور که از خوشی‌ها، از موفقیت‌ها میگیم، از رنج‌هامون بگیم و از ناتوانی‌هامون بگیم. بله، ببینین چقدر قشنگ گفت. این جملات اینه که به خصوص تو فرهنگ ما، حالا خودمون به خصوص، ما خانوما، من خودم یکیشون هستم، تی هزار تا کار میکنم، میگم نه من که خسته نشدم که، من میتونم. و به قول فرمایش ایشون میگفتش که ادای قدرت رو بعضی وقتا بازی میکنیم. چه خوبه که یه سرشونه داشته باشیم، نه هر سرشونه ای، نه با هر کسی، نه هر جایی. این خیلی مهمه که آدم تشخیص بده دقیقاً که کی دوسته. اون دوستیه که در اثر مرور زمان پیداش میکنی و واقعیه رو داره میگه. یه دوستی داشته باشیم که حتی فکرش هم میکنی حالت خوب میشه. دقیقاً. که از غمها بگیم، از ناراحتیامون بگیم و بدونیم که ما هم انسانیم، هیچ کدوم اونقدر کامل نیستیم. یه دوستی که بتونیم نقابامون رو حداقل برداریم دیگه. دیدی رسیدی خونه لباستو در میاری میگه های چه خوبه خونه، حتی بعد از این مهمونی که خیلی بهت خوش گذشته. یه دوست خوبم اینطوریه، بشینی باشه یه کافی بخوری، یه نون و پنیر بخوری، ولی خودت باشی. 100% دنیا ارزش داره.
بر تقدیر امروز روز زنه. به به، ما باید سعی کنیم فقط از مشخصات خوب زنها صحبت بکنیم، بگیم که امیدواریم این زنها همشون، حتی اونایی که به صورت ویروس شخصیتی میان تو زندگی مردم، ویروس شخصیتی میدونین آگاهشون بکنیم، میدونین هموطنای خودمون رو آگاه بکنیم، اذیت نشن، دمیج نشن. مثلا من دیشب در یک محفل بودم جای شما خالی، دوستان عزیز که همین دوره میز که نشسته بودیم، واقعا موردی که پیش اومد من همه رو گفتم، صادقانه گفتم دیگه. و میدونین برای اینکه دو تا سه تا آدم غریبی که اونجا نشسته بودن همه شو گفتن چقدر خوب ما متوجه شدیم. مگه میشه یک موجود اینقدر پلید باشه که بتونه یک کمچه حرکت روی تو زندگی دیگران انجام بده؟ ببینین آگاه کردن چیز خوبیه. آگاه کردن فقط مسائل سیاسی که ریز، باور کنی اگر همین آدمایی که رفتن دنبال به اصطلاح خودشون سیاستی که بخوان مملکت رو در اون زمان پهلوی نجات بدن آگاه به چیزی نبودن، اگر آگاهی حتی به شعور اجتماعی داشتن، شعور خانوادگی داشتن، شعور جامعه داشتن، هیچ موقع راه نمی‌افتادن تو خیابون تظاهرات بکنن که الان بیش از 40 سال ما رو گرفتار این اندیشه های نادرست مردم کرده. آره نادرست آفرین، نادانسته یه سری سنگ هایی توی چاهایی ریخته شد که 40 سال آدم رو نتونستن درش بیارن دیگه. واقعا. خیلی سخت بود، خیلی به خصوص زنانمون. آره زن ها خیلی اذیت شدن. حالا جالب اینه که یه جشن فارغ التحصیلی خانم های هنرمند و ورزشکاران خیلی خوب ایرانی بوده که بهشون اجازه نداده بودن این کارها رو انجام بدن تو دانشگاه، اومدن کف خیابون انجام دادن و این خیلی شاهکاره. کجا بوده؟ ببین ما خوبی ها رو جمع کردیم امروز به عنوان شاهکارای اینستاگرام و اینا تو ایران، تو خود تهران. حالا بریم ببینیم که ببینین جلوی زیبایی رو نمیشه گرفت، جلوی هنر رو نمیشه گرفت، جلوی رشد رو نمیشه گرفت. ممکنه به تعویق بیفته ولی هیچ کاریش نمیشه کرد به جز اینکه به هر حال میدون بدن که اینا کار خودشونو بکنن. خیلی جالبه، من دوستم دوباره اینو ببینیم. سلمونی نرو با ما بد باش، فقط میزنیم کله تو باشی حتی کچت، فرقه وسط فرقه به قلب قرمز مده میکنیم رنگم عوض، حب زدنم از مرهم مریض تو اروپا به میگل دست مزی، دست دلیم با ما بعضیم با که هستیم و خلق زمین، بالاییم و میخوریم پلو توزی میشیم و لیز میزنیم که هکشان رو میخوریم شی ترمز پریدیم و میکنیم زی. خب تکنولوژی ببخشید من تصدیق کنم که اصفهان بود. اصفهان من فکر نمی‌کردم اینقدر تو اصفهان جرأت داشته باشم، فکر کنم تهران. الان سر خانم‌ها و زن‌های سر و سر ایران ما باور کنین اینقدر پیشرفته شدن. تکنولوژی ببینید با یه تلفن با تمام دنیا در ارتباطن. آخ گفتی تکنولوژی، هم ترسناک هم خوشمزه. هم خوشحالم برای تکنولوژی که داره بیماری ها رو درمان میکنه، تشخیص میده، نمیدونی چقدر داره کار میکنه. اوریج هوش آدما مثلا زیر 90، 60-70 تا 90، اینشتین میگن 160 بوده. بعد شما در نظر بگیرید که هوش مصنوعی مساوی اینشتین هست و هی داره 10 برابر میشه. یعنی فکر کنین تا 2 سال دیگه هوش مصنوعی چه کارهایی که نمیکنه. آره یه ربات هم درست کردن به نام محمد تو عربستان. تو عربستان به نام محمد، بعد یه خانم خبرنگاری واسطه که کارش انجام بده، بعد این خلاصه دستشو کچ کرد مثل متلکوار برای خانم. حالا نمیدونی چقدر خبرساز شده که چرا این کارو کرده این ربات ها زد تو کمر خانومه، احساس نسبت بهش داشت، احساس پیدا کرده بود نسبت بهش. بعد الان میگن که این خب دیگه از ربات هم باید ترسید. آره یه عده مثلا خب نبستگی داره چه برنامه‌ای بهش میدن. مثلا یه سری برنامه‌های بی ادبی ممکنه به یکشون یاد بدن، بستگی داره. ولی این ربات خلاصه دستشو کج کرده. ببخشین پس بریم و برگردیم.
الو، من اورژانس هم آقا بهتون زنگ زدم. مریضتون زایمان کرد؟ همین الان به دنیا اومد. خب نگاه کن، ممکنه خونریزی، ممکنه یه مقداری از جفت بمونه، ممکنه که خونریزی بعد از زایمان بکنه. شما اصلا نمیتونی یه مقدار بیاریش تا بیمارستان مرزی کلا لااقل چک بشه؟ نمیتونم، چون من ماشین از زنگ زدم، اون سازکار بود، ماشین از خود من زنگ زدم، سر جادم اتدار ما تا سر جادم 45 نقه از اینجا تو راه هست بیاره. اشکالی نداره، خیلی آقا گوش کن، کف دو تا پاشو به هم وصل کن، به هر دو تا پاش با محکم ضربه بزن، باید گریه کنه، بزن زیر کف پاش، سرشو یه کمی بده عقب مثل اینکه آروم بخواد بگه نه، خب یه ذره بذارش روی سینت، لباستو در بیار با بدن در تماس باشه، گرمش کن. خب جفت در نیومده هنوز؟ نه. چند دقیقه است زایمان کردی؟ چقدر زایمان کردی؟ 10 دقیقه است؟ آره. خب گوش کن به چی میگم، بدون اینکه به بند نافت بهش بکشی، باید اون قسمت انتهای رحمتو محکم فشار بدی. خب نگو کسی جفتو بکشه. نه بچه گریه نکرده، دیگه نفس میکشه. الان گریه کرد؟ محکم. خب برادر، یعنی من باید الان صدای جیغ گریه بچه رو بشنوم؟ آفرین، هزار آفرین. مادرش بغلش کج شده صدای گریش در اومد؟ آره. خب هنوز گریهش خوب نیست، دوباره بزن به کف پاش. بچه گریه کرد ولی جفت خارج نشده. خارج شد کامل جفته؟ پرده یه چیزی نماید بمونه، همش خارج شد؟ آره. آفرین، تو خیلی قوی هستی. ارتباط مثل 911. خب ببینید از طریق ارتباط چقدر قشنگه. آره اصلا مادر شدن چقدر هیجان. یه زن و شوهری در روستای دور بین برفا تو کوها که اصلا نه ماشینی بود نه چیزی، مادر داشت میشد، داشت زایمان میکرد و شوهرش هم برای اولین بار تا حالا این کار رو انجام نداده بود. بعد زنگ میزنن و این خانومی که توی 110 اونجا میگن بوده، اینقدر با مهربانی و با آرامش یاد میده که چطور بچه رو به دنیا بیارن. بعد داشت میگفت چطور پاهاشو به هم بچسبون، وارونه کن، بزن، من باید صدای گریه بچه رو بشنوم. و این خیلی تو سوشیال مدیا مورد استقبال مردم قرار گرفت که چقدر آدمای خوب حال آدمو خوب میکنن، به خصوص که زن بوده. آره. یعنی واقعا روز جهانی زن رو باید بهش تبریک گفت. زنی واقعا دقیقا درست میگیم پوری جان، خیلی روز قشنگی اینو نشون دادیم و داشتیم از ربات و آرتیفیشال اینتلیجنت یا هوش مصنوعی آینده صحبت میکردیم. دیگه ما هوشمون بالاتر از اون نمیتونه بره، بالاتر از هوش مصنوعی. ثروتمون بالاتر از اون نمیتونه بره، هیچ کاراییمون بالاتر از اون نخواهد بود به جز مهربانیم. دقیقا. انسانیت در آینده فقط معنای زندگیه که چطور بتونیم با هم باشیم، چطور مهربون باشیم. نه دیگه میشه کسی فیس خونشو بده، نه دیگه میتونه فیس سوادشو بده، نه هوششو بده. آخه میخوام یه سوال بکنم، آیا خونه رو با خودشون میبرن؟ نه هیچیو، اصلا با خونه به دنیا میان؟ نه. خب نه، به خاطر اینه که آدما کمبودهاشون رو با یه چیزایی باید حقیقتاً بگیم پر کنن. حالا ممکنه من یا نوع من همه چی داشته باشه، لازم هممون همه چی داشته باشیم. دقیقاً، ولی نه به این شکل. نوش جونشون، ثروتشون، همه چی. ولی اینکه چطور میخوایم سلاحش کنیم یا نکنیم مهمه. هر کی هر چی داره، سواد داره، مدرک داره، خونه داره، ماشین داره، نوش جونش لذتشو ببره. اما اگر بخواد به صورت سلاح انجام بده که دیگران رو بیاره پایین که به اون وسیله خودشو نشون بده، اون بده. و در آینده خدا رو شکر الان شما ببینین ایلان ماسک داره توی موبیل هوم زندگی میکنه. یعنی خونهایی که خودش داره به وجود میاره. بنابراین همه چیز عوض میتونه بشه و داره میشه،
بچه های ما آینده دیگه اصلا این خشت و گلا و ماشین و اینا رو تحویل نمیگیرن، دنیای دیگه ای دارن. دقیقاً. فقط ما باید بهشون مهربونی رو یاد بدیم، فقط معنادار بودن زندگی رو یاد بدیم، اینه که انسانیت رو بعدش میسازه. دقیقاً همین. دیگه نه یه پزشک میتونه بگه من بیشتر میدونم، نه یه دیگه هیچی، اینا همه دقیقاً. میره کنار. ولی پزشکی میتونه موفق باشه که اینطور که ریسرچ شده بود حداقل 40 ثانیه تو چشمای مریضش نگاه کنه، حداقل بگه حالت خوبه، آخه دکترا رو رفتی دیدی سرشون تو نسخه شونه، اصلا نگاهی مریض نمیکنم. به خصوص تو ایران من این گلایه رو همیشه داشتم، خب پا درد میکنه چطور شده اینو به دستتون درد نکنه، تحصیلات دارین، قابل احترام هستین، به هر حال ما باید احترام بذاریم. آره باید دکترا باید واقعا با مهر و عشقی که درونشون وجود داره اون رو منتقل بکنم به بیمار. باید دوست داشته باشیم کارمون رو، خلاصه هر کاری میکنیم. ما همش یکی از افرادی که میخوان تازه بیان جلوی دوربینا میگن ما دلهوره داریم، چطوری برنامه اجرا کنیم، زانوامون میلرزه، اینجوری اینجوری. میگم ببین یه جمله بهت میگم که این 20 سال 30 سال تو رو میندازه جلو. چی؟ میگم خودت باش. وقتی خودت هستی دقیقاً کسی دیگه نمیتونه مثل تو باشه. خودت باش، راحت باش، مردم هممون یکی هستیم. و این همید. بهترین چیزیه دقیقا. که آدم میتونه. سروجان جان، یادی هم از خانم نرگس محمدی بکنیم. ایشون حتما شما در جریان هستین. نرگس محمدی چهره هنری واقعا، در چندین فیلم و سریال هم بازی کرده، بازیگر قهاری واقعا. یکی از سریال‌های خیلی قشنگش همون ستایش بوده که یکی از بهترین ها بوده، بعد بوی بارانش بوده و برتقیر یک هنرمند معترض بوده، گرفته شده در زندان افتاده، فعالیت خیلی کرده، به هر تقدیر از حقوق بشر جایزه شده و و ایشون در زندان کتابی به نام شکنجه سفید نوشته این کتاب رو و در لندن داره بازگشایی میشه، رونمایی میکنن کتابشونو و خوبه که استقبال بکنیم از کتابش به عنوان یک زن، چون امروز روز زن هست. به این دلیل خواستم که به این نکته اشاره کرده باشم. چه اسمی؟ شکنجه سفید. آدم کنجکاو میشه. دقیقا. حتما. اتفاقا من تو برنامه، مرسی که گفتین الان یادآوری کردین، چون هم در رادیو قاصدک خواهم گفت، هم اینکه معرفی میکنم و قسمت هایشو توی چکاوک خواهم خواهم 100%. میدونین چون زمانی که در سلول انفرادی که بوده، گویا آزار و اذیت هایی که بهش شده تمام منشن کرده و ذکر کرده و نوشته واقعا. و خب از امثال نرگس محمدی ها زیاد داریم در زندان، در اون سلول های انفرادی و غیر انفرادی، ولی ایشون به این دلیل خیلی مطرح هستن چون در جامعه هنری بوده، دست به قلم بوده، نویسنده بوده، خیلی مورد توجه اکثریت مردم قرار گرفته. خوشبختانه میتونسته نباشه و بوده. ببینید یه وقت یکی گرفتار میشه، ولی ایشون با انتخاب خودش این راه رو انتخاب کرد و خیلی هم مؤثر بود. و اینکه من الان شنیدم کتابشون رو، ممنون که گفتین و برم حتما حتما هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم و دوباره اینو یادآوری کنم. این مثاله اینقدر خوشمزه است برای من که اون طرفی که حلزونو داشت مینداخت تو آب، دوستش گفت بابا چه فایده این همه حلزون روی ساحلن، گفت چه فرقی میکنه، گفت برای این یکی فرق میکنه. دقیقاً برای این یکی فرق میکنه که دارم میندازمش تو آب، زندگیش عوض میشه. شما به خصوص با توجه به اینکه خلاصه کتاب ها رو تا اونجا که من میدونم در رادیو AM با صدای قشنگتون، با اون متانت خاصی که در صداتون وجود داره، داستان گویی میکنین و خیلی هم لذت بخشه، این کتاب به نظر من میتونه خیلی مؤثر باشه در رفتار و افکار مردم ایران واقعا. و معرفیش کنیم که دیگران هم بتونن استفاده بکنن. خیلی خوبه، خیلی خوبه. یه چیزایی هستش که حال خودمونو خوب میکنه. معرفی خوبها نباید میدون خالی بشه از خوبان، چون آدمای مهربون، آدمای خوب،
آدمایی که در حقیقت به درد جامعه میخورن مثل مرواریدی هستن که در صدفی در اقیانوسن و وظیفه ما انسان ها هست که اینا رو کشفشون کنیم و بیاریم بذاریم پشت ویترین. وظیفه یک خبرنگاره، وظیفه یه نفر که رسانه داره، مجله داره، به خاطر که این آدم خیلی زود رنجن، خیلی مثل پرشا پرکن، خیلی ظریفن، شعرا، نویسنده ها، کسایی که مؤثر هستن بیشتر درونگرا هستن و خودشون اصلا به خصوص در فرهنگ ما اینا مورد باید مورد توجه قرار بگیرن. بله میدونیم، چون من خودم در کنارم هست این شخصی همین. که واقعا دارم با زندگی میکنم. خب خودتون دیگه بهتر از هر کسی دیگه میدونه که آدم با احساسیه و با احساساتش داره زندگی میکنه. من دارم میبینم تمام زندگیش خلاصه شده در اون احساسی که نسبت به وطنش داره و مردم وطنش داره. واقعا خب اگر مورد توجه قرار نگیره مثل گله، اگه آبیاریش نکنی میخشکه، از بین میره. واقعا هنرمندای ما به این شکلن واقعا. دقیقا، و برای همین باید قدرشون رو بدونیم، به خصوص خانم های هنرمند که کم نداریم. من توی جلسه ایرانیان امریکن وومنز که در کنار دکتر فوجان زینی عزیز بودم، شما اون روز نتونستید تشریف بیارید، دعوت داشتین، خیلی پراود و افتخار بود زنانی که اونجا معرفی میشن. اولین زنی که مثلا کارهای مختلف رو اولیناشو معرفی میکردن، مثلا خانم انوشه انصاری اسمشو، خیلی زنانی بودن، ریپورترهایی بودن که توی فاکس نیوز و نیوزهای آمریکایی کار میکردن، ایرانی بودن، اومدن اونجا یه پنلی داشتن که صحبت میکردن. واقعا دیدم تک تکشون باعث افتخارن، ولی چقدر ساده، چقدر با آرامش در میونه این آدم حالش خوبه. امنیت انگار داری. دقیقا. انگار امنیت داری چون هیچ چیزی رو نمیخوان تو سرت بزنن. دقیقا. هیچ جنگی وجود نداره، هیچ منمی وجود نداره. و در کنار آدمای وارسته آدم احساس میکنه که خودش میتونه باشه و این حال تو خوب میکنه. صد درصد اعتماد به نفس آدم پیدا میکنه. آره. در مقابل این تیپ آدما امیدوارم که همیشه در مسیر آدمای خوب همیشه این نوع افراد قرار بگیرن تا بتونن شکوفا بشن. بله بله. به منم بگین مو قرمز به میاد یا نمیاد. صد درصد. که برم عوضش کنم اگه نمیاد. برای زمستون خوبه. ولی برای تابستون عوضش میکنم. توصیه میکنم که برید تو رنگ روشن. یه بانو ببینیم، بانو مال خانم‌ها برگردیم. خیلی دوستش دارم. خوش کنیم. بگو ببینم خانم خوب و خوشی و آروم، هوای خودتو بگو، آیا داری واسه دل خوشی ها، آیا وقت میذاری؟ شما همین یه دونه ای، شما بی تکراری. بگو بدونم خانم خودتو دوست داری، برای دل خودت گاهی میکنی کاری. بگو آیا میکشی سر خودتم دستی، جدا از این که تو چه نقشی هستی. تو نه اینی نه اون، نه سختی نه آسون، تو همینی خود خود یک زن، گاهی کمی مبهم گاهی کمی روشن. عاشق باش عاشق خودت، کیف کن با دلت خودت، پر زیبایی پر سر زندگی، شما یعنی زمین یعنی زندگی. قشنگی بگو بدونم داری آرزوهای رنگی، واسه رویا و آرزوهای خودت میجنگی. یکی میگه زن اینجور، یکی میگه زن اونجور،
نشو بازی چه یه نظرهای پوشالی. ببین با چی خوشحالی، حالت با چی هست عالی، همون جوری باش بی خیال حرفای تو خالی. بگو بگو خانوم، مواظب خودت هستی یا نه؟ آدم باید برای خودش زمان بذاره، هی هم باید تکرار کنیم، هی میریم مثل کش در میریم رو زمین ناخودآگاهمون. این ذهن دوباره ما رو میبره تو غم و غصه، دوباره میبره تمون تو دلهوره، دوباره میبره. یعنی باورتون نمیشه الان به مقصد رسید سمیرا، من حالم خوش، خدا رو شکر. آره وسط برنامه زنگ زد ماما من رسیدم. خب حالا 90% 99% افکارمون الکی بود، الکی بود، بهت گفتم اینو باید بگیم دیگه، اکثرش الکیه. چرا من ای باید ذهنم رو تغییر بدم واقعا؟ تا وقتی که خدای نکرده اتفاق بد نیفتاده آدم نباید خودش اذیت بکنه. آره دیگه میدونین، یعنی البته آدم باید منتظر بشه همیشه اتفاقات خوب بیفته، ولی وقتی هم افتاد اون موقع است که آدم باید دنبال چاره باشه واقعا. درسته. خب حالا که اینطور شد بریم به یه فوق تخصص قلب گوش کنیم. قلبم لازم داری. خیلی چیزای من سعی میکنم چیزایی که به درد بخور باشه رو جمع کنم. آخه امروز میدونی زن و قلبش دیگه. زن و قلبش. دقیقا. آره راست میگه. بریم گوش کنیم. یه کاهش رسوب کلسیم در دیواره عروق وجود داره؟ متاسفانه نه، ما درمان اختصاصی برای این قضیه نداریم. کار ما خب یکم مشکل صدا داشتیم. ولی موضوعش خیلی جالبه، کاهش رسوبات در رگ‌ها. تا الان اشتباه ما فکر میکردیم، الان ببینید یه فوق تخصص جراح قلب چی میگه راجبش، که چقدر ما اشتباه فکر میکردیم. آیا درمان اختصاصی برای کاهش رسوب کلسیم در دیواره عروق وجود داره؟ متاسفانه نه، ما درمان اختصاصی برای این قضیه نداریم. کار ما رو مشکل میکنه، ولی درمان ما درمانهای غیر مستقیمه، یعنی ریسک فاکتورها رو باید کنترل کرد، قند رو باید کنترل کرد، فشار خون، چربی خون، سیگار، تحرک فیزیکی، ورزش، تمام عواملی که ریسک فاکتورها رو کنترل میکنن از رسوب کلسیم هم میتونن جلوگیری کنن. اخیراً روی ویتامین K2 مطالعاتی انجام شده که نشون داده شده ویتامین کادو میتونه از رسوب کلسیم در دیواره عروق جلوگیری بکنه. این رسوب فعلی رو به عقب بر نمیگردونه ها، ممکنه باعث بشه سرعت رسوب کلسیم در دیواره عروق کمتر بشه. ولی یادتون باشه مصرف بیرویه کلسیم خوب نیست. در سن بالا خیلی از همکاران ارتوپد ما به طور روتین کلسیم شروع میکنن، ما این رو توصیه نمیکنیم، چون کلسیم نمیره تو استخون رسوب کنه، اول میره توی رگ رسوب. خب موندیم آخه، بعضی میگن کلسیم پوکی استخوان، اگه نخوری پوکی استخوان میاره. خب بعضی افراد هم میگن که اگر بخوری گرفتاری رگ برات میاد. تجربه خود من پوری جون اینه که حرف این آقای دکتر رو گوش میدم، به خاطر اینکه به خصوص در سن بالا ایشون هم فوق تخصص قلبن، یعنی کسی معمولی نیست، میگن وقتی که شما کلسیم در سن بالا استفاده میکنی قبل از اینکه بری تو استخونت میره تو رگ‌هات، بنابراین از راه غیر مستقیم اگر به کلسیم استخونامون کمک کنیم که خود من دارم این کارو میکنم، ویتامین یا ویتامین D3 به علاوه K2 که K2 باید باشه که جذب ویتامین D رو ببره بالا، و ویتامین D هم گره میخوره به کلسیم و وارد استخون میکنه، یعنی از طریق غیر مستقیم. کلسیم مستقیم رو ایشون تو تمام برنامه هاشون میگن نخورین در سن بالا به خصوص، چون رسوب میکنه. و رسوبات مثلا ما فکر میکردیم مثلا رسوب رگ مثل شلنگه که گرفته دیگه، بعدا مثلا آبلیمو میخوریم، سرکه سیب میخوریم، اینا رو میشوره میبره. اصلا میشوره میبره نیست، چون ایشون میگن پشت جداره رگ ها اونا مثلا رسوبات تو سلولا هست. پس اونی که مثل پوکی استخوانه، پوکی استخوان وقتی اومد دیگه اومده، فقط میتونیم پیشگیری کنیم که پوکتر نشه، ولی پوکی قبلش دیگه خیلی سخت برمیگرده. بنابراین رسوبات رگ‌ها هم از قول ایشون من میگم رسوبات قلب ما، رگ‌های قلبی و کل رگ‌های ما طوری نیست که پاک بشه، اونی که بوده هست، از این به بعدشو
دیگه باید زیر نظر دکتر کاری بکنیم که رسوب کم بشه. آره رسوب میگفتن کلسیم نخورین، سیگار نکشین، ریسک فاکتورها رو بیاریم پایین که از این به بعد اون یه ذره لوله که برمون مونده بمونه دیگه. اونی که رفته دیگه رفته. بنابراین کارو مثلا ورزش بکنیم، سیگار نکشیم، نمیدونم هرس و جوش نخوریم، شادی کنیم. من الان چند وقته یک ماه خورده میشه هر روز صبح بین 20 دقیقه تا نیم ساعت واقعا یوگا ورزش میکنم. خیلی خوب، خیلی رو من تاثیر داشته از نظر تنفسی، از نظر نمیدونم روحی، همه چی واقعا. و اینم به راحتی در خونه میتونید انجام بدید، چه احتیاجی نیست بخواید جیم این بر اون بر برید، بخواید هزینه براش بذارید واقعا. و خیلی هم راحته، افرادی که میتونن یوگا رو به شکلی که خم بشن، دراز بکشن انجام بدن چه بهتر. خیلی ها هستن واقعا قدرت سلامتی استخوناشون کم شده واقعا، راحت رو صندلی. این صندلیایی که الان خیلی هم دارن در موردش تبلیغ میکنن، یوگا کردن، شما نمیدونین چقدر برای اعضای بدن میتونه موثر باشه، آرامش میاره. ولی یه چیزی در کنارش هست که ما وقتی تنها هستیم باید یوگا رو انجام بدیم، ولی تو بازی های دست جمعی هم بریم. مثلا تو رقص دست جمعی، بازی های دست جمعی، چون بله چون زندگی ما آدم ها داره میره به سمت و سوی تنهایی و ورزش ها رو دارن انفرادیش میکنن. اگر ما اینو تو خونه انجام بدیم برای تنهاییمون رو به آرامش رسیدن، ولی بازی های دست جمعی به خاطر نیازمون دقیقا. و شاد شدنمون و هورمون هامون اونم خیلی واجبه. اصلا خانوم میتونن یه تیمی والیبال تشکیل بدن. اینو چه میگم به خدا الان که هوا داره بهتر میشه میتونن برن لب دریا و اونجا مگه آقایون نمیرن؟ خانوم ها میتونن برن با یه توپ زریفتر. من نمیخوام که مسابقه بدن، فقط میخوام بازی کنن. و والیبال خیلی بازیه خیلی خوبی میتونه باشه. داجوال هم خیلی خوبه، یادتونه یه ده وسط دو تا تیم میشن، یه ده توپ میزنن، میزننشون یه ده. من اونو خیلی دوست دارم. حالا باید یه تیم تشکیل بدیم، مثل این که من و پوری جون باید آخر برنامه این قول بدیم که یه کلاس رقص، یه کلاس دیگه. البته خانم دکتر نیلا زجاجی که اومدن و توی برنامه ها هستن، تو برنامه های رادیو قاصدک، ایشون دارن کلاس تهیه میکنن که همه با هم تیم ورک کار کنیم. عالیه، خیلی خوبه، بسیار عالی. به هر حال دستتون درد نکنه که با ما هستین، دمتون گرم و امیدوارم که روز جهانی زن رو به خودتون خوش بگذرونید. خوش باشین در کنار خانواده، به خصوص زنای مبارزی که در کنار شما حسن. مبارز نه به معنی سیاسی، مبارز به این معنی که در هر قدمی که آقایون برداشتن پا به پایشون واقعا رفتن. همینطور، دوستتون داریم تا برم. خدا نگهدار. زیبا خوبت در این زمونه بلا مونه ایمی بلا هرگز نمونه خدا زن گل ماتمه خارو گل با همه زن نامه رمون دشمن جونه دل سرای غمه کمه حالم کمه خونه یه دل زمی بی زن نمونه